یکی از جایی که حضرت زینب احتمالا مدفونن دمشق هستن. خب سه قول داریم، مصر و شام و مدینه. برای هر سه مقبولی رو نقل کردن، تاییداتی رو آوردن. یکی از مؤیداتی که آوردن یک تشرفی از یک مرد حجازی متعاولی اثر با هنافدا که به قصد زیارت علی ابن موسی رضا ارواح نافدا را میفته، گرزها حمله میکنن، انبالشو میبرن، درمونده میشه استغاثه ولی یعص علیه السلام میکنه المستغاثو بکه یا صاحب الزمان، خدمت حضرت میرسه، حضرتون نمیشنس، حضرت یه بچی بهش میدن، فرمان این پول تو رو تا سامر را میرسه، برو سامر را منزل میرزای شیراز، به میرزا بگو به اون نشانه ای که فلان شب آمده بودی حرم امم زینب در شام، وارد شدی با ملا علی کنی، دیدید زوار حرم رو خیلی کثیف کردن، گشتی جارو پیدا کنی، جارو پیدا نکردی، تو و ملا علی کنی عباهاتون از رو دوشتون برداشتید، با عباهاتون حرم امم زینب رو جارو زدید، من هم آمده بودم اونجا برای زیارت امم جانم زینب، این نشانه رو بهش بده، خرج سفر تو تا خراسان بده، که آمدم سامر را، رفتم منزل میرزای شیرازی ماجرا رو گفتم، میرزا بلند شد منو بغل کرد، گفت اول اجازه بده من چشمای تو رو ببوسم، اون چشمی که جمال مهدی فاطمه رو دیده، اون چشم بوسیدن داره، اون چشم رو ببوس، چشمامو بوسید و هزینه راهم رو داد و گفت درست علامت همین است، صحیح فرمود، من ایدم حرم بی بی کثیفه، جارو پیدا نکردیم، ملا علی گفتم ملا علی عباهامونو برداریم، عبا که داریم با عباهامون جارو بزنیم حرم زینب، اما من نمیدونستم اون لحظه ای که حرمو جارو میزنم مهدی فاطمه هم آمده و اونجا ایستاده و داره تماشا میکنه. اون عالم بزرگ به محضر امام زمان علیه السلام مشرف شد در کنار قبر ابا عبدالله علیه السلام، حضرت بهشون فرمودن ببین اینجا که در کنار ذریح جد غریبم، اینجا که دعا مستجابه، مردم به فکر من نیستن، برای فرج من دعا نمی کنن. بعد اون حضرت تصرف کردن، اون عالم صدای مردم رو شنید که خواستشون چیه، همه برای حوائج دنیاییشون دعا می کردن. امام فرمود شنیدی؟ حتی یک نفر دعا نکرد خدایا فرج امام زمان رو برسون. ای کوران برف باد، ماشین خاموش شد گیر کرد، آمد پایین، هرچی ور رفت به ماشین را نیفتاد، نشست تو ماشین، یادش اومد مادرش گفته بود هر وقت گیر کردی بگو یا ابا صالح مهدی، بعد دیدی آقای توی همین کوران برف داره میاد، با خودش البته همین مقدار تو دلش خطور کرد اگه این آقایی که مادرم آدرس شده بیاد کمکم کنه، قول میدم زندگیمو درست کنم. تو همون حال و هوا، تو همون حال و هوا دید یه آقایی اومده زد به شیشه، چیه ماشینت گیر کرده، اینم با غرور خودش همش گفت آره، حالا به تعبیر من کاپوتو بزن بالا، کاپوتو زد بالا، میگه نمیدونم دست زد به ماشین یا نه، به من گفت استارت بزن ماشین روشن شد. گفتم حالا ماشین تو کجاست من بیام کمک کنم؟ حضرت فرمودن شما به خودتون کمک کنید.